درود بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. این برنامه از استودیو هرات تقدیم شما می شود. بحث ما امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان و افزایش تهدیدهای مخالفین مسلح دولت در ولسوالی ها بر این مراکز در غرب افغانستان به ویژه هرات است. مهمانان برنامه: سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات، عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، و عبدالقادر کامل، آگاه مسائل سیاسی اجتماعی. خیلی خوش آمدید. شکر. آقای کامل، بحث با شما شروع میکنیم. از دید شما چه چیز پروسه انتخابات تهدید میکنم؟ بحث ثبت نام همی که در آینده قرار است انتخابات برگزار بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض حرمت حضور بینندگان خوب شما، سلام حضور میمانان حاضر در بحث امروزی، و سلام حضور شما و همکاران تکنیکی شما. بحث امنیت یکی از کلیدی ترین بحث ها در مسئله انتخابات میباشه، و وقتی که ما یک تعریف کوتاهی از انتخابات داشته باشیم، انتخابات یک روند قانونی و رسمی هست جهت گزینش نماینده در کرسی های انتخاباتی پیش بینی شده در قانون اساسی، از طریق رای آزاد، عمومی، سری و مستقیم. بنان یکی از عناصری که به برایند انتخابات میتونه مشروعیت ببخشه، مسئله تامین امنیت است. یعنی وقتی مردم حاضر میشن که پای صندوقای رای برند و با حضور گسترده و پرشور خود در انتخابات سهیم بشن، حکومت وظیفه داره که مسئله تامین امنیت در اولویت کاری خود یا در صدر جدول قرار بده. یکی از جمله عواملی که در برابر انتخابات گذشته هم چالش آفرین بوده، مسئله رویدادهای ضد امنیتی بوده. و یقین وقتی که انتخابات برگزار میشه، اگر امنیت تامین نباشه، تجربه که ما از گذشته داریم، ایجاد کارخانه های تولید رای یا ایجاد محلات رایدی خودسرانه در نقاط نام بوده، صندوق ها در بین باغ ها، باغچه ها، در بین خانه های مردم پرکاری شده، و یا که به دلیل ناامنی صندوق به اختیار یک ارباب، یک قریه دار، یک آدم غیر مسئولی قرار داده شده که شما بریم اونجا این صندوق ها را پر بکنیم. و همین بوده که خود ناامنی میتونه که هم زمینه تقلب سازمان یافته و گسترده را فراهم بسازه، زمینه فساد را فراهم بسازه، و در محل رایدهی که در اونجا پلیس وجود نداشته باشه، ناظر، مشاهد، کارکن انتخابات، بدون شک که انتخابات به طرف بیراه میبره، باعث تقلب گسترده و سازمان یافته میشه. یکی خوب بحث انتخابات است که باید امنیت انتخابات تامین بشه، و یکی پسلرزه های انتخابات است. ما در انتخابات گذشته شاهد بودیم که به تاریخ 24 جوزه، وقتی که 93، وقتی که انتخابات به دور دوم میرفت، به تاریخ 24 یکی از هموطنان ما در قریه حق‌آباد ولسوالی کشکر با سنگین از طرف مخالفین مسلح دولت اختطاف شدن، به تاریخ 26 جوزا انگشتای از اینا بریده شد از طرف مخالفین مسلح دولت. در ولایت هرات ما در انتخابات سال 93 462 مرکز رایدهی داشتیم. در 420 مرکز انتخابات برگزار شد، و در 42 مرکز اصلا انتخاباتی برگزار نشد، و در یک تا ولسوالی ها مانند ولسوالی کشک روادسنگی، ولسوالی فارسی، ولسوالی شندند، قسمت های از ولسوالی قوریان، حتی در روز انتخابات ولسوالی گلران از 34 سایت در 18 سایت انتخابات برگزار نشد که 10,000 نفر از دادن رای حق محروم شدند. بنان ارقام واقعی تا امروز وجود نداره که چقدر جغرافیای افغانستان ناامنه. گزارش‌ها و راپورهایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ما تناقض‌ها رو به وضوح می‌بینیم. مثلا وقتی که برنامه ثبت نام رایندگان شروع شد، یا گفتن که 6200 مرکز، 948 مرکز از زیر سلطه حکومت خارجه، 1200 مرکز در تهدید بلند امنیتی قرار داره، 1200 مرکز در تهدید متوسط امنیتی قرار داره. با چند روز پیش یک آمار دیگر ارائه کردن که از 5124 مرکز در 20% از اینا زمینه برگزاری انتخابات یا ثبت نام رای دهندگان فراهم نیسته. باز اگر قوم دیگر ارائه کردن که در 38 ولسوالی در 700 مرکز ثبت نام رای دهندگان اصلا کسی اونجا حاضر نشده. درسته. آقای کامل، شما میخواهی میری بگین که تهدیدات امنیتی یعنی بزرگترین چالش در مقابل هم پروسه ثبت نام هم پروسه انتخابات است.
خب یکی از عناصری که میتونه یا یکی از جمله عواملی که میتونه برای انتخابات پیشرو چالش برانگیز باشه بحث نامنی است در پلوی ده ها چالش دیگه درسته. حالا با همین وضعیت که نگرانی ها وجود داره، تهدیدات هم در ولسوالی ها در اواخر زیاد شده، فکر میکنیم پروسه انتخابات شفاف برگزار خواهد شد؟ اگر وضعیت همین گونه پیش بره ممکن انتخابات برگزار بشه، مگر انتخابات اولیده به تقلب خواه بود، تقلب گسترده و سازمان یافته و برایند انتخابات یک ولسی جرگی یا یک شوراهای ولسوالی خواهد بود که به بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. به خاطر از اینکه فعلا یک آدرس وجود نداره که مردم به او شکایت بکنند، یک حکومت مقتدر ملی وجود نداره، یک حکومت پاسخگو وجود نداره. شما بس یک رسانه که همیشه می یک غیر انعکاس میدیم، یک رسانه ملی و بین المللی، رسالت ملی و تاریخ خود را به یک رسانه هدفمند به انجام میرسانیم. خو عذاب سیاسی نوتای مدنی، اکثریت خاموش جامعه، شوراهای ولایتی، تمام مردم افغانستان از نامنی فریاد میکشند. آیا گوش شنوا به کشور وجود داره؟ نداره. مثلا چند روز پیش ما و شما شاهد بودیم که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی وقتی که ولسوالی اجرستان ولایت غزنی سقوط میکنه، وقتی که ولسوالی طالو برفک ولایت بغلان سقوط میکنه، وقتی که جنگ به دروازه های فرا میرسه به قسمت های شهر فرا سقوط میکنه و ده 12 ولایت افغانستان خصوصا ولایت شمالی و شرقی کشور با تهدید بلند امنیتی مواجه میشه، دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت گله میکنه و حتی خود از اعتراف میکنه که حکومت نتونسته از سقوط ولسوالی ها جلوگیری بکنه. شورای امنیت سازمان افغانستان و شورای امنیت ملی رو متهم میکنه که جلسات خردایر نمیکنه. با می تفکیک میگه کامل این ضعف، این ضعف در ظفر نشان بده. این گله ای که شما میگیم این یک واقعیت رو حالا به ذم خودش آمده مطرح کرده که حکومت ناتوان است. این گله ای که وقتی که خودش میکنه به معنی که ناتوانی خود حکومت داره اعلان میکنه، چیزی که خود شما میگین. خب پس حکومت وجود نداره وقتی که خود رهبران حکومت به واسه بلند میگه. کارشناس هم پیشتر همین بله. مسئله مطرح کرد. شما ببینید که حتی شورای امنیت رو متهم میکنه که جلسات خود دایر نمیکنه، میگه جلسات سرکمندی علی قوای مسلح برگزار نمیشه. باز ببینید که سخنگوی ارگیر متهم میکنه، میگه به سفرهای خارجی بوده و یک خلای معلوماتی قرار گرفته. و از طرف دیگه وقتی که شما دیدیم که جنرال مراد علی مراد وقتی که از سمت خود تبدیل میشه به رئیس قمندان گارنیزون شهر کابل با آواز بلند در یک محفل گفت که سربازای ما در میدان نبرد گریسه هستند، اینا همه میتونه تاثیرات و پیامت های منفی خود بالای قابلیت های رزمی و تمنای دفاعی نیروهای امنیتی ما به جا بگذاره و این اظهارات میتونه که به معنای تهیه کردن گندم برای دشمن باشه، آرد برای دشمن باشه و در حقیقت سیراب ساخت به معنای سیراب ساختن و سیاب دشمن است. تشکر از شما. خانم حسین عزیز، شما پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌ها که از چند روز به این طرف شروع شده، سوال موفقانه بوده یا خیر؟ موکلین شما به شما تماس گرفتن در این مسئله که ناامنی یا مسدود بودن خود مراکز ثبت نام به عنوان یک چالش برای از اونا قلمداد شده باشه یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان در این میزگرد و همچنین عزیزانی که بیننده هستن. من میخوام در قدم اول بگیم که ما اصلا امنیت داریم یا نه. وقتی بیم تعریف اگر از امنیت داشته باشیم، امنیت به معنای آرامش، احساس بی خطر کردن، احساس بی گزن کردن. حالا باید نگاه کنیم واقعا ما احساس داریم، چه به عنوان یک شهروند عادی، چه به عنوان یک مسئول، چه به عنوان هر کسی که در این جغرافیا زندگی میکنه. بعد بیایم روی انتخابات. انتخابات چیه؟ انتخابات یک فرایندی هست که افراد میرن به پای صندوق‌های رأی، میان تمثیلی از دموکراسی رو دارن برای انتخاب نمایندگان خود. حالا ما بیایم نگاه کنیم در همچنین شرایطی واقعا ما امنیت داریم یا نه. اگه بیایم نقد بکنیم، متاسفانه اون معیارهایی که در نظر گرفته شده ما در او شاخص ها نداره. مثلا یک از صحبت هایی که یک از محققین و نویسنده های آمریکایی میگه، میگه یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند از ارزش های اساسی خود را حفظ بکنه و در صورتی که اگر جنگ هم داشته باشن، در او صورت هم باید بتونن در مقابل او جنگی که دارن جنگ بتونن به صورت قوی پیش ببرن. حالا ما نگاه بکنیم در شرایطی که اگر آرامش باشه واقعا ما ارزش های اساسی خود خود میتونیم استفاده بکنیم، و دوما اگر ما در شرایط جنگی فعلا که در یک شرایط واقعا متاسفانه جنگی قرار داریم،
این قدرت متقابل بودن با در قبال دشمن تا چه اندازه داریم که چیزی که خود شما به عنوان یک رسانه بین المللی و ملی شاهد هستیم و برادر ما از اداره محترم امنیتی وجود داره که واقعا ما در این جایگاه هستیم یا نه. برمیگردیم به موضوع انتخابات. متاسفانه انتخابات چالش های به خصوص خود خور داره. نکته اولی هست که اگر اشتباهاتی که در گذشته تکرار شده بود، حداقل بعضی چیزهایی که قابل پیشگیری بود باید اونها پیشگیری میشد، متاسفانه نشده. مثلا یک مثال عینی، کمیسیون سمن شکایات انتخاباتی باید از زمان پروسه ثبت نام لیست رای دهندگان باید آغاز به فعالیت میکرد. ما الان پروسه ثبت نام رای دهندگان چندین مدت از داخل شهر دیگه تقریبا اگه تمدید نشه رو به اتمامه و ولسوالی ها آغاز شده. همزمان ما تخطی های مختلفی رو میبینیم. شما نگاه کنین، همزمانی که پروسه شروع شده توزیع تذکره هم شروع شده، توزیع تذکره های الکترونیکی هم شروع شده. شما در پروسه توزیع تذکره هزار چالش روبروی مردم وقتی مراجعه میکنن. از این طرف دولت تقاضا میکنه که بیاید ما مردم رو تشویق بکنیم. مردم رو تشویق میکنیم، مردم مراجعه میکنن. او سهولت های ابتدایی رو که باید دولت برای شهروندان علاقمند به پروسه انتخابات باید فراهم بکنه نمیکنه. من در بعضی جاها وقتی شکایت هایی که به ما رسیده این بوده که مثلا صبح خیلی زود میرن برای گرفتن تذکره، هر روز اولا قانون از اینا تغییر میکنه، شیوه کار از اینا تغییر میکنه. طرف میره یک قطعه عکس، مثلا 6 قطعه عکس میگیره 60 روپیه شده، 20 روپیه از عریضه خود خود میده، قیمت از این عریضه تغییر میکنه، باز که تیم مراحل میشه باز میرسه که باید تذکره بر از اینا داده شما، متاسفانه میگه تمام شده. این یک موضوع، این پروسه تغییر پیدا کرده، تو برو دوباره عریضه بده. این که کرایه ماشین میده، این که گوشنه و توشنه به هوای گرم، این همه که ناامنی ها متحمل میشه، این سر جای خود خود. موضوع دوم، گزارشی رو هم که اداره سیگار هم نشر کرد، متاسفانه دولت در قبال برخورد با زورمندان متاسفانه موفق نبودن. در پروسه توزیع تذکره زورمندان هم در داخل نواحی شهر هم در داخل نواحی داخل ولسوالی ها نفوذ دارن. مثال در ولسوالی ها و در داخل شهر یک فردی که مثلا آمده در ابتدای از این پروسه آمده افتتاح کرده این برنامه از اول تا آخر تحت سیطره ازویه، لیست رو تهیه میکنه به فردی که کارمند توزیع تذکره هست برای ازو میده. خیلی از شهروندان وقتی مراجعه میکنن یا دسترسی ندارن یا که تعداد کارمندای اداره ثبت احوال نفوس متاسفانه اینا حالا نگرانیای است که در گذشته هم در انتخابات بیشتر مشخصا سر بحث امنیت ایرم اشاره میکنم به شما. مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست، اولا باید از حق قانونی خود و هر شهروند اختیار خود داره که استفاده میکنه یا نه. یکی از چیزهایی که باعث به عنوان یک چالش میتونیم بگیم، مردم به علاقمندی خود خود نمیرن، به زور میرن. من یک مثال به شما میزنم. یکی از موکلین من میگفت ما به خاطر که بیایم تغییر سرنوشت داشته باشیم رفتیم استیکر نصب کردیم، فرزند ما از اینجا رفته به یک ولایت دیگه. به مسیر راه گروه مخالف در مسیر راه قرار گرفته. به اولین گروه مخالفی که وقتی روبرو شده گفته شما تذکره دارین؟ گفتیم بله ما تذکره داریم. تذکره ها خود که نشان دادیم خوب حسابی لد کردن. خب همون کسی که قصه میکرد میگفت فرزند من خوب حسابی لد کرده. و بعد از او گفت آمدیم از این گروه مخالف رد شدیم به گروه مخالف دیگه رسیدیم، باز چیکار کردن؟ از ما سوال کردن، گفتن چون اونجی راست خور گفتیم کتا خوردیم، بیایم یه دفعه دروغ بگیم، بیایم بگیم ما تذکره با خود خود نداریم. بعد اومدن گفتن ما تذکره نداریم، گفتن شما خیانت کردین که همراه خود تذکره نداریم. حسابی اینا رو متاسفانه کتک زدن. وقتی مردم از لحاظ روانی آرامش ندارن نمیتونن به واقعیت، حالا شاید امروز به زور به خاطر یک از شایعات وجود داره یا یک حرکت در بعضی از ولایات شده که اگه کسی نره استیکر نصب نکنه اونها مثلا در ادارات دولتی یا در بعضی جاها ممکن دوچار بعضی چالش هاش، حالا یا واقعیت یا شایعه. این باعث میشه که مردم نسبت به پروسه انتخابات بی‌باور شوند. و موضوع دیگر هم میخوایم اشاره بکنم این هست که متاسفانه در خیلی از موارد ناهماهنگی هایی که بین ادارات امنیتی و بین کمیسیون انتخابات هست مردم دوچار مشکل کردن. تشکر از شما آقای ولیزاده. صحبت های آقای کامل و آقای خانم حسین شنیدیم. شما نگرانی ها در قسمتی که انتخابات با یک چالش روبرو بشه، بخصوص در هرات، در بحث هم پروسه ثبت نام که روزای آخر خود میگذارن، هم بحث روز انتخابات، پلیس چه کارهایی روی دست داره برای اینکه امنیت رو بتونه تامین کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان بیننده های خوبتان.
خب طرز العمل ساخته شده، لایه وظایف یا صلاحیت ها و مسئولیت های پلیس مشخص هست که چی کارهای میتونه انجام بده. به هر حال به اساس همان هدایات طرز العمل ها اون چیزی که برای ما سپرده شده، پلیس هرات مسئولیت خود به دوش داره. بالاخره میبینید که در سایت های انتخاباتی مصروف تامین امنیت در کنار سایر قوت هایی که برای تامین امنیت در ولایت هرات مستقر هستند که شامل اردوی ملی هست، پلیس ملی هست، ریاست امنیت ملی هست، در تمام آن سایت هایی که در اونجا قبلا تثبیت شده بود و فعالیت میکنن در اونجا پلیس حضور داره و کوشیده تا ای که هر از گاهی که میبینین بالاخره تعدیدات وجود داشته و یا در بعضی از سایت ها میبینین که دو سایت بود که در اونجا ماین گذاری های هم شده بود، یا بالاخره از وقوعی همون رویداد جلوگیری بکنه و اگر کدام حملات سر از سایت ها بالاخره قرار بود که سازماندهی بشه یا حملات را انجام بدن پلیس از او جلوگیری بکنه و حتی دیدیم که در این راستا تلفات هم پلیس داشت. به هر حال من فکر کنم که پلیس هرات اون چیزی که در توان از او بوده و هست با همون امکانات دست داشته و به خصوص همون پرسنلی که او داره در سایت ها توظیف کرده و شب و روز برای تامین امنیت در خدمت خود هموطنان ما قرار داره و اگر کدام سلنگاری صورت گرفته باشه یا کدام غفلت وظیفه شده باشه ما در خدمت بودیم. درسته. چند پیش در ولسوالی غوریان مشخصا برای حالا 8 سایت های انتخاباتی بعد از انفجاری که شد مسدود شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم امروز در مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشته نگرانی شدید خود از برخی از ولسوالی از جمله در ولسوالی شندن، ولسوالی کویزور، ولسوالی زابل، ولسوالی پشتون زرقون اینا عملا اعلان کرده. حالا در این قسمت ها مشخصا شما چه کار را میتونیم انجام بده؟ ببینیم ما تعدیدات را نباید رد بکنیم یا چشم پوشی کنیم که موجود نیست. بله موجود هست. در ولسوالی در طی همین چند روزی که سایت ها آغاز به کار نمود و پروسه ثبت نام و حتی توزیع تذکره بود، ما در ولسوالی گلران، چندن، قوریان، پشتون زرقون، چشت، ادرسکن، کشک کنه، اووه در اونجا ما دیدیم تعدیدات موجود بود و حتی یکی دو سایت که در اونجا ماین جا به جا کرده بودند که یک انفجار کرد و یکی دو تا زور کشف کردند و در پلیوز در ولسوالی پشتون زرقون و چشت که حتی کارمندان خود او بخشا بودند که اونا هم به قتل رسیدند. به هر حال تعدیدات موجود هست و ما نباید این را چشم پوشی کنیم و یا رد بکنیم. اما با آن هم پلیس و ارگان‌های کشفی و استخباراتی میکوشند تا ای که آرامش بیشتر و صلح و امنیت بهترتر در اونجا تامین بسازند و رضایت مردم را به دست بیارند تا ای که مردم بتونند با همون امنیت موجود در اون ساحه بتونند با این پروسه اشتراک بکنند و طبق قانون و مقررات طرز عملهایی که ساخته شده اونا اشتراک بکنند تا باشه که ما یک انتخابات بسیار خوبی پیش روی داشته باشیم و او را انشاءالله سپری نماییم. تمام سایت های ثبت نام رای دهندگان در هرات همگی باز، هیچ مشکل نداریم شما در ما از 50 سایتی که در داخل خود شهر هرات فعالیت داشت در ولسوالی بیشتر تمام ما میخواهیم بگم که در اونها کدام مشکل خاصی نبود و وی که تا امروز هم اونها فعالیت داشتند و از روز شنبه قراره که مرحله دوم به خصوص در بخش ولسوالی ها اونها بالاخره ایجاد به کار بکنن. در 204 سایتی که در ولسوالی ها بود متاسفانه سایت هایی بود که در اونجا بعد از اینکه اینا اولا که اینا افتتاح شد و بالاخره آغاز به کار کردند بنا به تعدیدات امنیتی که وجود داشت از این 204 سایت 143 سایت فعال هست. در مرحله دوم از اون میخواییم بگم که اینا فعلا هم اونا آغاز به کار کردن و عملا اونا فعالیت میکنن. از 204 سایت 143 سایت از فعال هست، یعنی بالاتر از 50 سایت مسدود است. خب دیگه ها بنا به اون تعدیداتی که بوده یا بالاخره موضوع مسئله خود کمیسیون انتخابات خواسته تصمیم گرفته بر حالت اونها غیر فعال هستند. تشکر از شما. آقای کامل، در این اواخر در چند ولسوالی هرات طالبا با نشر اعلامیه های خبری از مردم خواستن که به پرسه انتخابات شرکت نکنن. شما چه فکر میکنن؟ آیا واقعا تنها گروه طالبا هستن در پشت قضیه که مردم دل سرد بکنن از رفتن به پای انتخابات، یعنی بر برخی علاقات مثلا احزاب سیاسی در افغانستان و کشورهای همسایه هم با نقش در ای دارن و میخوان به نحوی سپوتاج کنن وضعیت کنونی؟ اول خون مسئله امنیت افغانستان گیره خورده با بازی های کلان و منطقوی به باور ما تا زمانی که نو و نگاه کشورهای منطقه و استخبارات منطقه تغییر نکنه و تا زمانی که قاعده بازی به نفع صلح و ثبات تغییر نکنه می وضعیت ادامه پیدا میکنه. و چند روز پیش هم به یک از صحبت ها گفتم که این جنگ
یک پروژه است. برای یک تعداد افراد حیثیت، برای یک سریت خاموش جامعه حیثیت زهر داره، برای یک تعداد اصل است. و جغرافیای افغانستان که امروز درگیر جنگ و خشونت است، برای یک سریت خاموش جامعه یک جهنم است. برای یک تعداد افراد زورمند و فساد سالار و گروه های تبهکار و کسانی که در تجارت تریاک و در قصب زمین و در تاراج و معادن و در تجارت اسلحه دست دارن، برای از اینا بهشت است. اینا پولای بسیار کلانی را از آدرس جنگ و نامنی به جیب میزنن. اینا که شما میگن در اینا کیا هن؟ اینا مثلا اگر مثلا در درون افغانستان چیزی که شما میگن گروه خاکستری هستند دیگه، حکومت باشن، گروه خاکستری هستند، گروهی هستند که اینا سلاح دارن، افراد مسلح دارن و اینا منافع خود در تداوم جنگ و نامنی میبینن. که البته گروه خاکستری میگه اینا خواهان سقوط نظام نیستند، بلکه اینا میخوان که یک حکومت ضعیف باشه، یک حکومت ناکارآمد باشه، که اینا فقط مصرف چور و چپاول خود باشن و برای از این انتخابات اصلا اهمیتی نداره. و یک مسئله دیگه که خوب وقت انتخابات کردی، مثلا نیروهای امنیتی رفتن در امنیت انتخابات رو گرفتن در قرا و قصبات، بعد از سرنوشت مردم چیکار میشه؟ خب خود از این میتونه که زمینی باجگیری و اخوازی بیشتر برای مخالفین مسلح دولت فراهم بسازه. یعنی انتخابات وقتی منو پیدا میکنه که شما در پلوی از یک امنیت انتخابات رو میگیرین، بعد از اون باز نیروهای امنیتی ما برای یک مدتی بتونن حضور فیزیکی خود در اونجا حفظ بکنن. به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی قرار باشه به روز 28 میزان در ولسمیره که در تعدید بلند امنیتی برند و جز حضور داشته باشن، بعد از ختم انتخابات باز اینا به قرارگاه های خود بیاین. خب باز طالب میگه کی پای صندوق های رای رفت، باز بهانه میکنه، باز زمینی اخوازی و باجگیری به زیر فراهم میشه و این در حقیقت ساعت عواید طالب بر بلند میبره. حالا با توجه به صحبت های خودش رو فکر میکنم انتخابات با چالش بسیار جدی در قسمت رای دهندگان رو برو باشه، چون طالب ها عملا اعلامیه دادن و آن چیزی که شما میگن بعد از انتخابات نیروهای امنیتی پس ساعت ترک میکنن و که طالب ها وارد قریه ها و بعضی ولسوالی ها شدن تذکره رو خواستن، یه بزرگترین تهدید برای مردم محسوب بشه. این واقعا یک تهدید است. یک مسئله خدمت شما عرض بکنم که یک واقعیت رو باید بگیم. کشور که 11% نفوس از اون مصرف کاروبار مواد مخدره، کشوری که این ما امسال میزان کشت تریاک 63% و تولید تریاک 87% افزایش پیدا کرد، کشوری که از طرف دیدبان شفافیت بین المللی بعد از سوریه و سودان و سومالی باز مقام چهارم میگیریم، کشوری که قانون تطبیق نمیشه و طور یکسان تطبیق نمیشه و اگر در جایی که حاکمیت دولتی وجود نداره و زیر سلطه مخالفین در اونجا قانون جنگل حاکم است، شما چی رقم دارن شو یک کشور امنیتی میاریم؟ امنیت وقتی میه که در روند حکومت داری یک تحول بیایه. ما شما اصرات خود سیگار شنیدیم چند روز پیش گفته که برنامه بسازی و آوردن ثبات در نقاط ناامن افغانستان گفت ناکام شده، بی‌نتیجه بوده، 4.7 میلیارد دلار گفت حیف و میل شده. بنان وقتی امنیت میایه که دولت بتونه در امو جغرافیا عملیات ماروی بیره براندازه، جغرافیای نام را از وجود گروه مثال ناپذیر و خشونت آفرین پاکسازی بکنه، دولت به اونجا به خاطر انکشاف برنامه های اقتصادی، برنامه های توسعه‌ای کار را انجام بده، زمینی کاریابی را برای مردم فراهم بسازه، برنامه های میثاق شهروندی تطبیق شوه. در غیر از او که اگه قرار باشه که ما یک روز انتخابات بریم امنیت را بگیریم با فاست بیان به قرارگاه های خود بیایند، خب از مردم از بین این مخالفین و مصالح دولت از بین این مردم قشر فقیر و گرسنه و پابرانه اینا رو تهدید میکنه و مردم در زیر شلاق خشونت قرار میگیرن، میتونه صف خود تقویت ببخشه. بنان یک دید و یک نگاه استراتژیک باید به خاطر تامین امنیت به وجود بیه که متاسفانه واقعا مردم در آتش جنگ و خشونت میسوزن و برای مردم افغانستان واقعا سوال برانگیز است که بعد از حضور جامعه جانی در افغانستان، یعنی ما شما شاید که از تاریخ 7 اکتبر سال 2001 تا به تاریخ 23 نوامبر سال 2001 در ظرف 50 روز طالب جارو شد. تا سال 2004-2005 اصلا شما به خاطر بریدن طالب یک کسی جایزه تعیین میکرد، یک دانه پیدا نشد. حالا از بین 20-22 گروه 97 گروه تروریستی 20-22 گروه در میدان افغانستان میجنگه. برای مردم سوال برانگیزه که این مردم چی گناهی کردن که اینا در آتش جنگ و خشونت بسوزند؟ خب فرض کنه که عملیات ماربوی، تا چی وقتی عملیات ماربوی باشه؟ تا چی وقت ما مصرف عملیات ماربوی باشیم؟ مصرف شمردن 800 انسان ها باشیم؟ در همین سال گذشته 3500 نفر انسان ها کشته شده، 7000 نفر زخمی شده و امروز جامعه جهانی خود مقامات پنتاگون میگن که میگه بین سال 2014-2017
عملیات شبانه مخالفین مسلح دولت میگه دوچند شده، تلفات غیر نظامی ها صبر آور شده و اینو ادعا میکنه که ما در سال گذشته 4300 بمبر در جغرافیای افغانستان پرتاب کردیم. بنان این همه سوالاتیه، من فکر میکنم که باید یک صلح بیه. متاسفانه که نگاه حکومت وحدت ملی نسبت به روند صلح پروری و نسبت به پروسه صلح یک نگاه مقطعی مسلحتی و پروژه میوار بوده. تشکر از شما آقای کامل. نه و نگاه استخبار کشورهای مخالفین مسلح دولت نسبت به ایران متناقض و مشکوک بوده و نه و نگاه بازیگرانی که در قضیه سرنوشت جنگ افغانستان خود دخیل میدانند استخباراتی بوده. تشکر از شما آقای کامل. ما در حالت گذار باشیم و جنگ و صلح تامین نشه، مردم افغانستان همچنان در آتش جنگ و خشونت خواهند سوخت. تشکر از شما خانم حسینی. گزارش هایی که شما دارین بیشتر کدام ولسوالی های هرات زیر تهدید جدی مخالفین مسلح دولت هست؟ آمار دقیقی آمار نه، فقط ولسوالی‌هایی که هستن، موضوعاتی که معمولا در داخل شورا مردم گفتن یا با وکلای محترم شورای ولایتی در تماس شدن. ولسوالی گلران هست، اوبه هست، بعضی از قسمت‌های ولسوالی کروخ هست. این همین ها الان حضور ذهن دارم. من یک نقطه می‌خوام بگم که مردم نباید ناامید باشن. حرف اول و آخر مردم خواهند زد به شرط آنکه خسته نشوند. ما خیلی همه توقعات روی نیروهای امنیتی نباید بندازیم، چون نیروهای امنیتی ما هم به نحوی واقعا، یعنی شما در این هوای گرم ماه مبارک رمضان فقط 15 دقیقه برید داخل بیرون از خانه ایستاد شوید، فقط 15 دقیقه، بیشتر از اونه شما ببینید از لحاظ روحی روانی چه حالتی به شما پیدا میشه. خب در همچنین شرایطی اگه قرار باشه ما نیروهای امنیتی خود خود رو درک نکنیم و همیشه بار اشتباهات یا بار بی‌مسئولیت‌های خود خود گردن نیروهای امنیتی بندازیم، این درست نیست. یک نقطه‌ای که امروزه باعث شده که فاصله بین مردم و بین نیروهای امنیتی ایجاد شده، یکی از خلاهای قانونی هست. مثلا شما نگاه کنید ماده قانون ما داریم تحت عنوان خلای اطلاعی کذب. شما نگاه کنید در خیلی از کشورها ولو یک اطلاعی میدن، اطلاعات حقیقت نیست. حداقل به خاطر تأمین امنیت شهروندان خود خوب به این قضیه رسیدگی میکنن، ولو اطلاع کذب باشه، ولو ممکن یک عده از مردم آزار باشن. اما ما در قانون خیلی وقتها متاسفانه حقیقتی هم بوده، آمدن اطلاع دادن به علت که او طرف ها زورمند بودن و تونستن خیلی راحت خود خود نجات به طرفی که آمده یا به عنوان وکیل گذر یا به عنوان ملا امام یا به عنوان یک فرد دلسوز، یک شهروند عادی وقت مراجعه کرده به قانون، بعد متاسفانه پای ازو گیر مانده، دیگه حاضر نیست وقتی همچین الگوهای میبینه با نیروهای امنیتی همکاری بکنه. خوب هست که در همچنین شرایطی مثلا وقتی میبینن مردم ولایت هرات که امروز نسبت به دیگران امنیت نسبی حاکمه، چون مردم علاقمند به امنیت هستن، تا حدود نیروهای امنیتی صادقن. اما در بعضی از مواقع همین اعمال نفوذ زورمندان در ادارات دولتی یا در بین نیروهای نظامی باعث شده که او کار صادقانه ایره که در به موقع از او توقع میرفته نیروی امنیتی باید انجام بده نداده و این باعث شده که مردم یک مقداری هم گله‌مند باشن و هم بی‌باور باشن. اما من تأکید میکنم به خاطر سرنوشت سیاسی خودخو، هرچند که وقت سفری رو که جناب آقای نماینده سرمنشی سازمان ملل در ولایت هرات داشت، من همین سؤال کردم اگر انتخابات برگزار شد و وضعیت بدتر از انتخابات گذشته خواهد داشت، جواب شما به عنوان نماینده سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟ بعد از چند دقیقه مکس به ما گفت که تعهد دادند که انشالله یه اتفاقات نمیفته. اما این تعهد که داده متاسفانه مثلا همین استیکرهایی که بالای حالا میبینی که بالای 17-18 هزار تا که چاپ شده، این خود یک نگرانیه، چطوری قراره باز دوباره تذکره های جعلی وارد شد و دیگه موارد که متاسفانه من میخوایم بگم مردم باز باید پای صندوق رای بره، اما نگران انتخابات واقعا هستیم. درست، تشکر شما. آقای ولیزاده، نیروی کافی شما در اختیار داریم ولسوالی هایی که هم خانم حسینی گفتن هم آقای کامل که زیر تهدید هستن، اینا در روز انتخابات و بس خود پروسه ثبت نام و آقای کامل حتی میگن بعد از انتخابات هم باید تامین امنیت مردمش، آیا نیرو کافی دارین آخه؟ ببینید این تجربه اول نیست، ما دو سه انتخابات دیگه هم پشت سر، اما تهدیدات فعلی با تهدیدات گذشته خیلی فرق کرده. امنیتی هرات تماما، منظورم تنها پلیس نیست، همه در کنار یک دیگر بودن و نشان دادن تا اینکه اونا توانایی را دارن، تا اینکه پلیس را
بالاخره نسبت به سایر ولایات به نحو بهترتر و احسنتر از او انجام بدن و موفق هم باشن. شما دیدین در ولسوالی هایی که در اونج تعدیدات وجود داشت پلیس دستاورت ها داشت، افراد و اشخاص دیدیم از پا در آورد و حتی عملات و تجمعاتی که در ولسوالی اوبه داشتن که از چندین ولایت همجوار هم آماده بودن، تماما اونا همگی تلفات بسیار سنگین دادن و دیدین که ضربه بسیار محکم بسیار خطرناک بر از اونا وارد شد و کامل از بین رفتن. بحث مسئله ازی که شما گفتین که چقدر میتونه پلیس تامین امنیت بکنه، چی در زمان انتخابات چی در بعد از انتخابات. خب شما میفهمین که پلیس نمیتونه دائم به شکل دوامدار در یک جا مستقر باشه. حالا ما زمانی که یک سایت اگه در اونجا ایجاد میشه و آغاز به کار میکنه به اساس همان پلان، به اساس ما همون وقتی که در نظر گرفته شده برای ازو کمی مدت زمان فعالیت داره، در اونجا پلیس هم حضور داره. پلیس به خاطر که از یک جا از داخل شهر کشیده شده به اون گرفته، به خاطر نبود پلیس کافی، نبود تشکیل کافی ما این کار رو میکنیم. هرگاه اگر ما پلیس داشته باشیم، نیروی کافی داشته باشیم که هم امنیت داخل شهر رو بگیریم، هم ولسوالی ها و هم یک نیروی دیگه در اختیار ما قرار داده باشه که ما بتونیم تامین امنیت ساعت ها بکنید. بله، در قسمت مشکلات شما کم بود. شما یک موضوع دیگه رو میخواییم بگم. شما از بحث مسئله انتخابات، بحث مسئله آمدن مهمان ها، اسکورت بسیاری از مقامات، رفتن از اینا تحت نام و هیئت و بررسی کننده به ولسوالی ها، به شوراها و نماینده موارد موضوعات، اینا همگی به دوش پلیس هست. ما همه قدر میخواییم بگم که پلیس هرات بسنده نیست و حتی نمیتونم برای شما بگم که به کارهایی که فعلا در داخل خود شهر هست این پلیس کافی باشه و نه اصلا بتونه اینا رسیدگی بکنه. ما در داخل شهر نمالک پلیس کم بود داریم، در ولسوالی ها کم بود داریم. بارها گفتین و این از طریق شورای نظامی، از طریق شورای ولایتی، اگر کدام وزیر صاحب آماده، هر مقامی که آماده، این موضوع رو ما مطرح ساختیم. بنابراین نبود پرسنل کافی یکی از جمله چالش های بسیار کلان سر راه پلیس هرات است. آنچه که معلوم میشه پس حرفای پلیس هرات زیاد وزارت داخله حتی ریاست جمهوری، آقای غنی چند بار به هرات اومدن جدی نگرفتن برای اینکه در قسمت حفظ جان مردم، چون شما میگن بارها خواستن اما ما ندیدیم که نیرو افزوده بشه. فقط تنها با طی نمی 15 سال سر و صداها، دادها و به خصوص مکاتبی که ما فرستادیم و سر و صداهایی که شده، تقریبا 148 نفر در تشکیل هرات افزوده شد که چند ماموریت سمت به حوزه ارتقا پیدا کرد، ولی بسنده نیست. و وقتی که حوزه اضافه شد به اونجا نیرو اضافه شده در صورت که به حالت عادی چیز نشده. بله بله، هیچ اونها نشده. سمت های یعنی ماموریت هایی که سابق بود در تشکیل بسیار پایین و کم قرار داشته اونا را، یعنی 8 سمت 8 ماموریت ارتقا پیدا کرد به حوزه و در کل 148 نفر افزوده شد. به هر حال شما فکر کنید، بله، اگر انا مالک شما یک بار فکر کنید که اگر پلیس وجود نداشته باشه در داخل شهر، در ولسوالی ها و به خصوص سایت های انتخاباتی، ما و شما چی کار به کجا خواهد رسیدیم، چی حال خواهد داشت؟ همین پلیس هست که میبینین همین دستاوردها داشته و حتی با واریختاندن خون خود هم دریغ نکرده و همین امنیت و صلح و آرامش نسبی به همکاری مردم شریف ولایت هرات تامین کرده. دوست پیشتر خانم حسینی میان صحبت ها از ناهمانگی نیروهای امنیتی بیر برمان یک چالش در مقابل پروسه انتخابات یاد آوری کردن. خب اگر چنین باشه این ناهمانگی آنچه که خانم حسینی میگن برمان نماینده مردم در شورای ولایتی، از دید شما اولا ناهمانگی وجود داره در میان پلیس یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشه این میتونه یک تهدید جدی باشه؟ ببینید در خود شورای نظامی ولایت هرات تماما عملیات هایی که سازماندهی میشه، تصمیمی که گرفته میشه تحت ریاست خود شخص والی ولایت هرات هست و در اونجا در شورای نظامی تصویب میشه که کی به کجا باید، برای کدام نیرو به کجا مستقر بشه، کی با کی هماهنگ باشه، تماما پلان در اونجا طرح میشه و منظور میشه. برای بس از اینکه چقدر هماهنگی اینا وجود داره، خب در بعض موارد عدم هماهنگی هم هست، ولی اونقدر زیاد به او پیمانه نخواهد بود که پلیس یعنی یک به چالش برای پلیس تبدیل شده باشه ناهمانگی ها یا عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی. در بعض موارد به چشم میخوره و موجود هست. تشکر از شما. آقای کامل، امروز آقای رئیس جمهور اعلان کرد که تا پنجم عید در مقابل طالبان دیگه نیروهای دولتی جنگ نخواهند کرد و به نحوی آتش بس یک طرفه شد. این تا چه اندازه میتونه یک تهدید جدی برای پروسه ثبت نام، پروسه انتخابات باشه؟ چرا که زمینه رو مهیا میکنه که طالبان به تمام آنچه که خودشان میخوان، حتی جذب نیرو،
اکمال کردن تجهیزات جنگی خود تا زمانی که باز پس حالا اگر طالبای قبول بکنن یا نکنن تا زمانی که خود دولت اقدام بکنه فکر نمی‌کنم بزرگترین یک تهدید بسیار جدی باشه یا آتش بس یک طرفه که آقای رئیس جمهوری را پیشنهاد کردن یا مطرح کردن ببخشید طالبا و مخالفین وصلای دولت و گروه حرس افغان اینا لحاظ فکری و تشکیلاتی استقلالیت ندارن و اینا تابع نمون نسخه ها و سناریویی است که از طرف تمویل کننده ها از اینا از طرف بادرهای از اینا به اینا داده میشه ما و شما شاهد بودیم که طالبان در برابر بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان که به تاریخ نو یهود در کنفرانس پروسی کابل دو مطرح شد که امتیازات بسیار کلان را به طالبان در نظر گرفتند پیام از اینا یک پیام اشتیجانه نبود اینا عملیات خندق بر انداختند اینا بر تبل جنگ میکوبند بنان این نگرانی وجود داره که دشمن با استفاده از می خلاهای امنیتی و با استفاده از می فرصت که رئیس جمهور آتش بس اعلان کرده باز اینا سو استفاده نکنه چرا به نظر شما رئیس جمهوری خلای ایجاد میکنه خود رئیس جمهور میگه من تا پنجم اید ما آتش بس اعلان میکنم حالا چرا حکومت این کارو میکنه در شرایطی که در عملا در 20 چند ولایت افغانستان جنگ جریان داره خوب رئیس جمهور میخواد که قهرمان سازی بکنه رئیس جمهور میخواد خود ویس قافله سالار مصالحی ملی نشان بده و نام عظیم تاریخ افغانستان بمانه کلمه در برابر مخالفین مسلح دولت بسیار انعطاف نشان دادم پیام ما پیامای ما همه صلح‌جویانه بوده مگر میبینید که طرف مقابل پیام از اینه که یک پیام اشتیجانه نیست اینا بر تبل جنگ میکوبند مردم رو میکشند مردم سر میبرند فرهنگ انتحار و انفجار و تبایی و ویرانی رو به گوشه و کنار افغانستان به نمایش میگذارند بنان یک دشمنی که درست تعریف نشده یک دشمنی که او در چرخه بازی های سیاسی و استخباراتی کشورهای منطقه قرار داره دشمنی که او حیثیت یک مورد بزیر در رقابت های منطقوی داره در جنگ های نیابتی داره در جنگ های استخباراتی داره شما چی رقم میتونیم به اونا قابل اعتماد بکنیم کاش طالبان یک آدرس واحد می بود و طالب امروز دیگه طالب دوران ملا عمر نیست بعد از رسانه شدن مرگ ملا عمر در اسد سال 94 طالبا به چندین شاخه و حلقه و گروه و فرکسیون اینا تبدیل شدن که اینا یک آدرس واحد ندارند من میفهم که از کدام گروه اینا خواسته از گروه ملا محمد رسول خواسته گروه ملا هیبت الله خواسته و چندین گروه دیگه که اینا هر کدوم از اینا یک تاد باغوش روسی هستند و باغوش چین اگر اشتباه نکنم در اعلامیه گفته شده که جنگ علیه داعش ادامه داره علیه گروه های تروریستی ادامه داره و به اصطلاح تر پیشنهاد صلح یا آشتی یک طرفه بیشتر با طالبا بوده حالا از دید شما چطور میتونه یک پلیس تشخیص بده این داعش است تروریست است و طالب است در میدان نبرد نه خوله همه حمله که چند روز پیش اینا با استفاده از موتورهای ضد گلوله حمله کردن به وزارت داخله خور مسئولیت از شبکه اقوانی بود گرفته که شبکه اقوانی خدایش نیست و طالب عملا نشان میده که با استفاده از هر خلای امنیتی کوشش میکنه که نمو فرهنگ جنگ و خشونت و بربریت رو نمایش بگذاره و به ارتباط از صحبت های حسینی صاحب ما دفع ما این است که ما خدای نخواسته روی نیروهای امنیتی رو ما چی بکنیم؟ ما تضعیف بکنیم؟ انتخابات یک پروسی ملی هست و تمام نیروهای امنیتی تمام مردم افغانستان باید که به پروسه کمک بکنند به نیروهای امنیتی کمک بکنند ولی هدف ما این است که سربازای ما در میدان جنگ هر روز کشته میشن شهید میشن نه به چه دکتر عبدالله یعنی به چه اشرف غنی یعنی به چه کدام ولی یعنی ولسوال یعنی به چه وزیر یعنی نماینده به چه وکیل شورای ولایتی یعنی نماینده پارلمانه تا چه وقت یک سرباز پلیس ما به یک شبانه روز 12-13 ساعت این مصرف پیره و گزمه باشه تا چه وقت این وضعیت ادامه پیدا بکنه خب وظیفه پلیس حال بزرگترین نشانه ثبات سیاسی در کشور وقتیه که پلیس به یک دنده در بین مردم وظیفه انجام بده این نهایت جبر و ظلمیه که پلیس 90% از امو وظیفه اصلی خود فاصله گرفته و 90% کار اردو را انجام بده بنان ما هدف ما این است که دید رهبران حکومت وحدت ملی و کشورهایی که اینا در افغانستان حضور دارند ایالات متحده آمریکا چرا توافقنامه امنیتی مدیریت نمیشه چرا یک دید استراتژیک نسبت به آمدن صلح و ثبات وجود نداره تا چه وقت نیروهای امنیتی ما قربانی باشن تا چه وقت ما درگیر یک جنگ پیچیده استخباراتی باشیم هدف همی بود ولی بر صورت میخوام بگم که انتخابات یک پروسی ملی است انتخابات یک نقطه عطف است تمام مردم افغانستان باید دست به دست هم بدن و ایتو نشه که زانوهای ما در نیمکل را قد بشه به خاطر از اینکه اگه پروسه ما عقب نشینی کردیم و اگه پروسه به ناکامی مواجه شد باز ما دیگه بدیل برای انتخابات پیدا کردن نمیتونیم و پیدا کردن بدیل علمی است که باز علمی حکومت های خودخونده و نظام های توتالیتر بر سرنوشت و مقدرات مردم حاکم خواهد شد و ما خود ما به دستان خود یک میخ فولادی رو بر تابوت دموکراسی نوپا و جهان افغانستان خواهد کوبید. تشکر شما. خانم حسینی پیام آقای رئیس جمهور صلح یک طرفه یا آتش بس یک طرفه از دید شما از دید شورای ولایتی هرات. من میخوام یک چیز رو با
بگم برای مردمی که این برنامه رو میبینن. من نمیدونم چرا ثبات تصمیم وجود نداره در دولت وحدت ملی. یادم هست که من هم یک از کسانی بودم که در جرگه عنعنوی صلح حضور داشتم که راکت زدن. و چند روز قبل هم شما دیدین علما آمدن از این پروسه اعلام حمایت کردن، اما باز قربانی دادن. چرا این همه قربانی میدیم و تمام خواسته های زنان ما، مردان ما، جوانان ما بود که تعریف درستی از دشمن شوند. و جناب آقای رئیس جمهور هم آمد دشمن تعریف کرد که دشمن کسیه که خون هموطن ما رو بریزه، دشمن کسیه که احترام نگذاره. حالا چی شده که این همه هر روز شما بیاید نگاه کنید روزی میشه که در افغانستان خون نریزه؟ شما هم حالا بریم به شفاخانه قلوردو نگاه کنید چقدر نیروهای نظامی زخمی رو میبینید. یک عده حتی خانواده اینا خبر دارن، یک عده خبر ندارن. تا به کی باید خون این ملت ریخته بشه و قدر از این خونها رو متاسفانه ندانه؟ گپ آقای کامل صحیحه واقعا. یعنی با این پیامی که آقای رئیس جمهور داد قدر خونهایی که ریخته شده اصلا نه. ما خیلی به صراحت بگم، یعنی با این آتش بس خیلی به راحتی میایه حکم صادر میکنه بر ریختن خون جوانان ما که در صحنه جنگن. تشکر. امروز شما نگاه کنید، یعنی وقتی به تشییع جنازه وقتی میری، من مثال عینی رو میزنم، وقتی رفته بودم به یک از خانواده ها میگفتم شما بیاید بریم پای صندوق رای، و من گفت خانم حسینی مثلا من شوهر من برای تأمین امنیت رفته، وقتی آوردن جنازه رو نه سر داره نه پا داره نه دست داره، هیچ چیز از این معلوم نیست. الان خانوم از این 5 ماه حامله، 5 ماه از عروسی، 5 ماه از عروسی تیر شده، یک ماه حامله طفل. از این اگه این خانوم بره به پای صندوق رای کشته بشه، مدیون خون از این که دولت هست، مدیون خون از این طفلی که در بطن از این هست، تو میخوای باشی؟ خب وقتی نگاه میکنیم متاسفانه نه جناب آقای عبدالله نه جناب آقای اشرف غنی در قبال خون ملت بی توجهه. اگه زور شما نمیرسه بیاد در کنار مردم استاچین بگیم ما نمیتونیم. اگه واقعا میخواد کار کنیم محض رضای خدا، محض رضای خدا به خاطر ماه رحمت، ماه مبارک رمضان، حداقل این بچه های نیروهای پلیس ما رو به تلفات ندید. چون الان نگاه میکنم دشمن مکتب میزنه، کوتاه میگم مکتب هدف قرار میدن، مسجد هدف قرار میدن. اینها متاسفانه سایه های انتخاباتی. تشکر. آقای ولیزاده، به عنوان آخرین پرسش از شما، آقای رئیس جمهور در پیامی که داشت صلح اعلان کرد، برای آتش بس اعلان کرد، شما نیروهای سربازای پلیس شما در خط مقدم چطور تشخیص داده میتونن این داعش از تروریست است یا طالب است که بر او شلیک نکنن زمانی که در این مدتی که قرار است آتش بس بشه حمله ای صورت بگیره؟ خب به هر حال به خاطری که ما یک اداره یا بخش نظامی هستیم و به خصوص خود رئیس جمهور تصمیم گرفته و همچو موضوع اعلام کردن یا هدایت دادن یا فیصله کردن، خب به هر حال بخش ها یا میفهمین که متفاوت هست، گروه ها، بخش ها، کسانی که کار میکنه، کسی که میخواد امنیت رو برهم بزنه و به خصوص کسانی که در بون گروپ ها اینا توظیف شده و به نحوه تهدیدی هستند برای ملت و برای جامعه برای ما. خب به هر حال حالا اگر ما بیایم 100% بفهمیم که این نفر از عضو داعش هست یا طالب هست، این واقعا برای ما هم یک چالش هست. حتما نمیتونه تشخیص به صورت 100% هیچ کس داده نمیتونه. یعنی از دید شما میتونه آن دستور که آقای رئیس جمهور داد واقعا سرباز در خط مقدم جبهه میتونه از او پیروی بکنه و تشخیص بده که داعش است، تروریست است، یا تعریفی که امروز آقای رئیس جمهور کرد، یا این طالب است؟ آیا میتونه؟ به هیچ عنوان نمیشه. پس خاطر از اینکه خب حالا ما نمیتونیم سر از این ما بیایم صحبتی بکنم، میره نقد بکنم، یا خدا نخواست من قسم میگم که این تصمیم نابجا هست. به هر حال او برمیگرده برای خودشون، اما در میدان جنگ ما کس طرف رو نمیبینیم که کی هست، گلوله از کجا آمده. میبینیم که خود نفر هویت از مشخص نیست، به نحوی بالاخره سرباز رو میزنه، به نحوی جنگ میکنه، اما ای که این مربوط به کدام باند، به کدام گروه، یا داعش هست یا طالب هست، یک چالش جدی محسوب میشه. تشکر از شما آقای ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، خانم سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی، و آقای عبدالقادر کامل، فعال مدنی سیاسی. این بود برنامه نگرش که از استودیو هرات تقدیم شما شد. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.